بسم الله الرحمن الرحیم شاگردان خوب سنف نهم سلام امید است که خوب و من باشین شاگردای عزیز درس امروز ما جایگاه و ترتیب اجزای جمله هست در درس امروز میفهمیم که اجزای جمله در کجا باید بکار بره یعنی هر جزو از جمله یک جایگاه مشخص را در ساختار جمله داره که رو باید ما حتما در نظر بگیریم خب گاهن ما متوجه میشیم در متونی که نوشته میشه در پیام هایی که نوشته میشه جایگاه و ترتیب اجزای جمله را به او شکلی که در قاعده دستوری هست رعایت نمی کنند پس در درس امروز این مشکل ما و شما حل میشه خب شاگردای عزیز توجه کنید به متن درس چون در متن درس هر جزوی از جمله را نام گرفته و بعد مثالم گفته و جایگاهش را در ساختار و جمله مشخص ساختم هر یک از ارکان و اجزای جمله جایگاه و ترتیب خاصی دارد چنان که نهاد معمولا در اول جمله می آید شاگردای عزیز جایگاه نهاد و جایگاه فائل همیشه اول جمله است خب ببینید یک مثال در اینجا بیان شده خاطره در امتحان سالانه اول نمره شد کی در امتحان سالانه اول نمره شد؟ خاطره پس خاطره نهاد است فایل هم هست درسته؟ پس شما دیدین که نهاد فایل در کجا آمد؟ در اول جمله که پیشتر ما در اینجا تذکر دادیم خاطره چی شد؟ در امتحان سالانه اول نمره شد اینی قسمت بعدی که ما بیان کردیم میشه گزاره یا خبر شاگردای عزیز قبلا ما در رابطه با گزاره خبر و نهاد یا مبتدا یک درس را داشتیم که شما فهمیدین که نهاد و گزاره یا مبتدا و خبر دو رکن یک جمله است که همیشه نهاد در اول می آید و گزاره بعد از نهاد یعنی در ختم جمله خب جزء بعدی شاگردای عزیز جزء بعدی فعل هست فعل جایگاهش کجاست جایگاه فعل همیشه آخر جمله است همیشه در آخر جمله می آید فعل خواه فعل تام باشد خواب فعل ربطی خب ببینید در اینجا ما یک فعل تام داریم یک فعل ربطی برگشت فعل تام است و اصلا فعل ربطی که بعدا در رابطه با فعل تام و ربطی ما یک درس هم داریم و در او درس باز بیشتر صحبت میکنیم فاطمه از مسافرت برگشت کی از مسافرت برگشت؟ فاطمه فاطمه نهاد است که بیشتر گفتیم باید در اول جمله بیاین خب فاطمه چی شد؟ از مسافرت برگشت از مسافرت برگشتم میشه خبر یا گزاره که بعد از نهاد آمده و بحث فعلی ما خود فعل است جایگاه فعل گفتیم داخل جمله است داخل از جمله چی آمده؟ برگشت این برگشت میشه فعل که در ختم جمله آمده خب این فعل تام است ببینید در جمله دومی ما یک فعل ربطی داریم او هم باید در ختم جمله بیایم تاهره باهوش است کی باهوش است تاهره ای نهاد و فایل است که در اول جمله آمده و است فعل است در کجای جمله ذکر شده در ختم جمله ذکر شده پس شاگردای عزیز تا این قسمت را فهمیدیم که نهاد و فاعل همیشه در اول جمله می آید و فعل جایگاهش کجای جمله است فعل جایگاهش ختم جمله است یعنی داخل جمله می آید خب گزینه سوم گزینه سوم مسند هست که به نام مسند هم گفتن پس از نهاد و پیش از فعل ربطی جای دارد و اگر جمله دارای قید یا متمم هم باشد مسند پس از آنها می آید ببینید در اینجا مسند یعنی نسبت داده شده درسته زمان یک ما در یک جمله یک حالت را یک صفت را به یک چیزی و یا کسی نسبت میتیم ببینید هوا گرم است در این جمله ما گرمی را به چی نسبت دادیم گرمی را به هوا نسبت دادیم پس گرم میشه مصند که بعد از نهاد بعد از نهاد آمده هوا نهاد است و صفت گرمی هم مثند است که به هوا نسبت داده شده و با پیشتر گفتیم که بعد از نهاد و قبل از فعل می آید در وسط نهاد و فعل کلمه گرم یعنی مسند است که در اینجا ذکر شده خب هوا بسیار گرم است ما گفته بودیم که اگر در جمله صفت به کار برده شود یا قید استفاده شود بازم باز این مسند که است بعد از قید و صفت می آید هوا بسیار گرم است بسیار در اینجا چی است؟ بسیار در اینجا قید است درسته؟ خب دیدیم که مسند بعد از قید آمد هوا امروز در تمام افغانستان گرم است ببینید در جمله که مسند باشه بالاخره هر جزوه اگر در اون جمله اضافه شوه اگر قید اضافه شوه اگر بالاخره صفت اضافه شوه باز مسند ما کسته بعد از تمام اجزا فقط قبل از فیلم می آید ببینید در جمله ای که اکثر طولانی تر است هوا امروز امروزم هم که غیر زمان هست در تمام افغانستان گرم است خب ببینید گرم بعد از تمام اجزا آمده خب ببینید اف... افغانستان هم در اینجا متمم هست دیگه تمام اجزا را که ما در اینجا آوردیم قبل از مسند آوردیم پس جایگاه جایگاه مسند همیشه کجاست؟ همیشه میگیم قبل از فعل است خب گزینه چهارم مفعول مفعول جایگاهش کجاست؟ معمولا پس از نهاد یعنی فاعل و پیش از فعل می آید فاطمه توب را برد طاهره کتاب خرید ببینید فاطمه چی را برد؟ توب را توب در اینجا مفعوله یکی از نشانه های مفعول پسینه را هست که بعد از مفعول معرفه می آید خب در هر جایی که اگر را به کار رفته بود به کار برده شده بود باز اونمو کلمه قبل از را مفعول است که باز به نام مفعول معرفه یاد می کنیم تاهره کتاب خرید کتابند اینجا مفعول است مفعول نکره است و کتابم در اینجا به خاطر که پسوند نکره گرفته اسم نکره حساب میشه شما ببینین که در جمله اولی هم فاطمه توب را برد فاطمه فائل است بردم فعل است و مفعول در وسط فایل و فعل آمده در جمله دومی هم طاهره فایل است و خرید فعل است کتاب که مفعول در وسط فایل و فعل آمده خب پس جایگاه مفعول همیشه وسط جمله است بعد از فایل و قبل از فعل خب گزینه پنجم شاگردهای عزیز توجه کنید گزینه پنجم متمم هست که در خیلی موارد در خیلی موارد اکثریت از دانش آموزان خب تفاوت بین مفعول و متمم قائل نیستن یعنی نمیتونن تفکیک کنن متمم را با مفعول که در اینجا باز ما مو تفاوتش شدم برای شما میگم متمم یک یا چند کلمه یا عبارت است که با یکی از حروف اضافه به جمله می پیوندد و توضیح به مفهوم فعل می و پس از نهاد و پیش از فعل و مسنت می آید خب ببینید ما پیشتر در اینجا یک جمله داشتیم فاطمه توب را در اینجا بالاخره فاطمه فاعل است برد فعل است توپ هم مفعول در بعض موارد ما به جای مفعول در جمله متمم داریم و در خیلی موارد مفعول خودش هم هست ولی ما متمم هم ذکر میکنیم که اکثریت باز متمم رو میگه که این مفعوله ببینید در اینجا حمید به مکتب رفت اگر از یک دانش آموز پرسان کنیم که اجزای از جمله رو بیان کنیم میگه حمید فایل رفت فعل مفعول در حالی که مکتب در اینجا مفعول نیست چی است متمم هست از کجا بف... بفهمیم ما در اینجا گفتیم که یک یا چند کلمه <coughs> یا عبارت که با یکی از حروف اضافه به جمله بپیوندد در اینجا ببینید قبل از مکتب حرف اضافه یا پیشنه داریم یا نداریم قطعا که داریم پس در هر جمله اگر کلمه به کار رفته بود که قبل از او کلمه یک حرف اضافه یا پیشینه به کار رفته باشه باز اونو کلمه رو به نام متمم یاد میکنیم حمید به مکتب رفت حمید فائل رفت فیل مکتبم متمم چون قبل از پیشینه آمده حبیب از نجیب کوچکتر است خب حبیب بالاخره ببینید نجیب ده اینجا آمده قبل از نجیب کدام نشانه ذکر شده یک پیشینه هست پس نجیب ده اینجا چی به اینجا نجیب متمم هست خب کوچکتر هم که شما میفهمین کوچکتر چی است کوچکتر صفت به خاطر که شما در صنف هفتم صفت را خواندین و گفتین که ما در بعض صفت ها یک صفت داشتیم به نام صفت مقایسوی صفت مقایسوی تفضیلی که نشانش تر بود در ختم صفت های ساده می آمد و صفت تفضیلی می ساخت پس در اینجا کوچکتر صفتم خب گزینه ششم را میخوانیم بعد باز ادامه درس را می گذاریم به جلسه بعدی منادا معمولا در آغاز جمله و پیش از نهاد می آید خدایا خودت ستمگران و زورگویان را مغلوب گردان ببینید منادا خودش در اول جمله قرار داره و جایگاه منادا هم اول جمله است منادا یعنی اسم را که ما صدا بزنیم اسم را که فرا بخوانیم در اینجا کی را صدا زدیم خدا را صدا زدیم یکی از نشانه های منادا ای بود که در ختم کلمه ما الف را ذکر میکنیم خدا ببینید بعد از خدا الف آمده بعد چون دو تا الف در کنار هم قرار گرفته یک تا یام به عنوان میانجی آمده مثلا اگر خدا داخلش الف نمی بود الف به تنهایی ذکر می شود مثلا میگه محمد محمدو فقط یک الف آمده محمد این ای محمد خدا که الف را ذکر کرده یک یا به اینون میانجی آمده خدایا یعنی ای خدا پس خدا است که در کجای جمله ذکر شده در اول جمله ذکر شده پس ما فهمیدیم که جایگاه منادا کجای جمله است اول جمله شاگردای عزیز تا جلسه بعدی که ادامه درس می خانیم خدا نگهدار موفق و پیروز باشید